میخوام درخواست بکنم از حضار محترم که به اعتراض علیه ریخته شدن خون جانهای شیفته سهراب عرابی و ندا سلطان و 35 جوان و نمیدونم چه سن و سالی چون اطلاعات دربارشون خیلی کم هست فرزندان گمنام زمان هستند که پرپر شدند و بر زمین ریختند و هنوز ما نمیدونیم که در کنار جاده یا گورستانی در زیر خاک سرد به سر میبرند یا در سردخانه ها گفتند 20 نفر میگویند 35 نفر دیگر به اعتراض علیه حکم حکام جائر که موجب اصلی ریخته شدن این خونهای بیگناه هستند برخیزیم سرمون رو روی بندازیم و یک دقیقه سکوت کنیم. سال پیش نیما برای ما میخوام من غایقم نشسته به خشکی مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست یک دست بی صداست یک دست بی صداست یک دست بی صداست سکوتی سخت بر جامعه ما بران تا ندا از جای دیگر رسید جامعه برخواست، دورانی بر ما گذشت، خلیفه هایی که دکتر سروش به درستی بر اون تکیه کردند پیش آمد، 28 مرداد گذشت تا دهه 40 روزنه های امید در گوشه گوشه این خاک به خون خفته، این جوانان به خون خفته شروع به دمیدن کرد. فروغ گفت رویای من تولدی دیگر است. دست هایم را در باغچه می کارم سبز خواهد شد، سبز خواهد شد، سبز خواهد شد. و ما وقتی به سوی 22 خرداد می رفتیم این مزرعه سبز فلک دست های رو به فلک برکشیده سبز رو نشان از تحقق رویای شیرین فروغ با خود داشت. ایران یک پارچه با امیدی سبز به پا خواسته بود تا زندگی رو، لبخند رو، ارزانی جانهایی که در طول این 100 سال به خاطر آزادی از دست رفته بودند بکنه. اما متاسفانه حکام جائر برنتافتند و به روی مردم گلوله باز کردند. در اعتراض مسالمت‌آمیز مردم، در اعتراض به سکوت مردم، در مقابل سکوت مردم گلوله به روی مردم باز کردند و نگذاشتند که اون گلها بشکفند و مثل همه جوانانی که حق زندگی کردن دارند روی این سرزمین از این خاک بهره بگیرند، از زندگی خودشون لذت ببرند. جای اونها همه در بین ما خالی است. ما امروز اینجا دور هم جمع شدیم که هم نگاهی به گذشته بیاندازیم و دکتر سروش چه زیبا راهی رو که ما میبایست میرفتیم، راه گفتگو، راه صلح‌آمیز، راه تعامل با یکدیگر رو که متاسفانه ترک کرد، اون کسانی ترک کردند، اون کسانی که قدرت رو به دست گرفتند و بستند راه گفتگو رو، از ما دریغ داشت. ما امروز جمع شدیم دور هم که ببینیم آیا امیدی هست؟ آیا
راه خروج از این بنبستی که به زور میخواهند بر جامعه ما تحمل کنن وجود داره یا نه؟ همیشه اون هدفی رو که در زندگی داشتم، تولید امید، نگاه خوشبینانه به آینده و تولید نیرو برای تغییر، برای پاسخگویی به آرزوهایی بوده که در دل هر یک از شما پرپر می‌کشید. امروز هم دور هم جمع شدیم که ببینیم آیا راهی برای خروج از این بنبست هست یا نه. اول قبل از اینکه ما باز روزی تازه شروع کنیم، فکر میکنم که باید خود رو تعریف بکنیم، بدانیم که ما کی هستیم، چه میخواهیم و چه چیزهایی نمیخواهیم. این جنبش سبز به نظر من جنبشی است قبل از هر چیز برای صلح، برای زندگی آرام، برای لذت بردن تک تک انسان‌هایی که روی کره زمین زندگی می‌کنند. هدف عالی ما این هست که هر کس آزاد باشه، نوع زندگی رو که می‌خواد انتخاب بکنه، خودش انتخاب بکنه و ترس از وجودش بیرون بره. اگر کسانی شما رو ترسوندند، شما رو از دید دیگری نگران کردند، بدونید که شاید اهداف دیگری به جز اهداف جنبش سبز در سر آنها چرخ می‌خواهد. دومین خصیصه ای که من برای جنبش سبز می‌بینم این هست که به رأی انسان، به تصمیم انسان احترام بگذارید. هر کس خودش هست و اگر می‌خواد در میان ما با ما رکاب بزنه، با ما به جنگه، باید پیشینه خود رو کنار بگذاره، همه گذشته رو فراموش بکنه، خودش باشه و رأی خودش باشه و با ما حرکت بکنه. ما در روزهایی که در لندن هم بودیم و تظاهرات و اعتراضات و حضور شما لحظه لحظه با هم حرکت میکردیم، دیدیم که ما احتیاج نداریم امروز هر کدوم با گروه خودمون، با گذشته خودمون، با پرچم خودمون، با نام خودمون و با کینه ها و نفرت های خودمون راه آینده رو باز بکنیم. علم ها رو زمین بگذاریم، نام ها رو زمین بگذاریم، گذشته ها رو کنار بگذاریم و هر کس امروز از حق صحبت کرد، هر کس امروز از حق رأی صحبت کرد، هر کس از کرامات صندوق رأی صحبت کرد، اون رو یار خودمون بشناسیم. ما